طی نخست افتتاح شبکه ملی اطلاعات، کاربران ایرانی می توانند از امکانات داخلی برای مشاهده وبسایت‌های ایرانی، دریافت فایل از سرورهای داخل کشور و همچنین دسترسی به سازمان‌های خصوصی و دولتی داخلی استفاده کنند. شما با کیفیت بالاتر و سرعت بالاتر میتونید که محتوا رو دریافت بکنید. کار دیگری که انجام دادیم امنیت اینها هستش. شما وقتی که محتوا در داخل ایران باشه و نزدیک هم باشه، امنیتش هم بالاتر هستش. به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، فعالیت‌های مربوط به حوزه انتقال، دسترسی به شبکه‌ها و فعالیت‌های مربوط به خدمات محتوایی پایه از اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی این طرح بوده است. در گام نخست چیزی که الان به وجود اومده و رسمی شد این هستش که شما در هر جای کشور با هر سرعتی که مایلید و هر زمانی میتونید یه دیتا داشته باشید، هم رو موبایل هم رو شبکه ثابت. معاون اول رئیس جمهور در مراسم راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات، یکی از کانونهای مهم توسعه کشور را ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و گفت اطلاعات مهمترین عامل تغییر و تحولات کنونی در جهان است و تحولات دنیای امروز بر مبنای دسترسی آزاد به اطلاعات شکل میگیرد. طراحی شبکه ملی اطلاعات خوشبختانه میشود گفت که مهمترین قدم در راه دسترسی آسان، دسترسی با کیفیت، دسترسی سریع و دسترسی امن هم برای مقامات کشور و مسئولین اجرایی و سیاست گذار و اجرایی کشور و هم برای مردم کشور است. در حالی که شبکه ملی اطلاعات در تعریفی که توسط شورای عالی فضای مجازی به عمل آمده به هیچ وجه یک شبکه اختصاصی در چارچوب مرزهای جغرافیایی ایران تعریف نشده، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای است که در آن اراده ملی ایران در حقیقت محقق میشه و یک ملت میتواند در این شبکه نیازهای خود رو و فضای مجازی خود رو محقق بکنه و فضای مجازی خودش رو بر پایه این شبکه بسازه. به گفته وزیر ارتباطات، مرحله دوم این طرح در دهه فجر امسال و مرحله سوم آن در 6 ماهه نخست سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. برای افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات حدود 20 هزار میلیارد تومان هزینه شده.